میخوام یک چیزی خدمتتون نشون بدم. اون اوایل جنگ این نامه که الان نشونتون میدم، نامه با مهر امضای خود نیرو هوایی هستش. این نامه رو هم تا که منظمی فرمایید بالاش نوشته به 34 نفر خلبانان مشروحه زیر جمعی پایگاه ششم شکاری به علت ایراد رشادت های فداکاری ها در عملیات جنگی جنگ تحمیلی ایران و عراق به هر کدام یک قبضه کلاشینکوف به عنوان جایزه اهدا می گردد. من این اسامی رو می خونم براتون: فریدون صمدی، ابراهیم کاکاوان، علیرضا نمکی، علیرضا یاسینی، رضا سعیدی، عباس دوران، قربانعلی بختیاری، حمدالله کیان ساجدی، اصغر سفیدنو آذر، حسین نظری، عباس فعلیزاده، غلام عباس کریور، رضا لبیبی، اسدالله فرمن، اسماعیل عسکری، علی خسروی، محمد علی اعظمی، ابوالفضل امینی، مسعود اقدام، حسین خلتوری و عبدالفتاح رضایی، علی رضا میرزایی، کیومرس حیدریان، عرب بهمنی، حسین خلجی، نصرالله خزایی، جمشید زرعیدری ها، رضا اینانلو، فریدون علی خا، علی خرازیان، شیرعلی آزادیان، محمد اسماعیل پیروان. این اسامی یکی کلاشینکوف به ما دادن با 300 تیر فشنگ. یه خاطره من از این دارم که ما سر عباس و کلا گذاشتیم. عباس بهش گفتیم، من و علی خسروی گفتیم عباس بیا بریم شکار، تفنگ حالا داری تو هم بیا بریم. بیان گفت برو بابا، شما آدم نیستیم این حیوان ها رو کتک میزنیم میکشیم که چی، برای چی بیام شکار؟ نه من حسروی نه شکارم نمیام. ما یه چشمکی زدیم و علی خسروی گفتیم علی بابا بیا کلا سرش بزنیم، فشنگاشو بگیریم لاغل ازش. گفتیم عباس فشنگتو بده ما برات میزنیم، ما برات میاریم. گفت چی؟ گفتم خب ما میزم کف بار از زد میذاریم. این تفلک حتی نپرسید با فشنگ چیز که کف که نمیشید، فشنگ کلاشینکوف کف تو تیکه پاره میکنه، چیزی ازش نمیمونه. ما گفتیم برحال این فشنگ ها رو از این میگرفتیم میرفتیم. یه روز هم ترسمون برگشتیم هیچی نزده بودیم، یه دونه مرغابی تو بازار خریدیم آوردیم خونه، گفتیم علی اینو زدیم عباس یا اینو میخوام درست کنیم امشب با هم بخوریم. این یه روزم عباس سفارش داده بود از کویت یه دوربین براش بیارن، دوربین فیلم برداری اون موقع ممنوع بود، همینطور ویدیو و دوربین فیلم برداری قاچاق بود، نمیذاشتن کسی داشته باشه مگر کسانی که شغلشون بود و مجوز بهشون میدادن. عباس گفت حکیم هست ما چیکار کنیم، این اومده الان تو گمرکه. گفتم خود چی شده؟ گفت رفتم میگم نمیدیم، باید برگشت بخوره بره کویت. گفتم پاشو میریم سراغشون. این توی خیاتو چیز بود، من با لباس پرواز رفتم. معاون شیلات رفیقم بود، خدا رحمت کنه، سید سلمان علیپور به من زنگ زد گفت بیاد یه ماهی برات گذاشتم بیا ببر. ما گفتیم عباس بریم ماهی هم میگیریم پس بریم سراغ. خلاصه رفتیم اونجا، برنامه دوربینش رو درست کردیم به این صورت که بیارنش در گناوه تحویل بدن به یه لنچی، ما بریم از اون لنچه تحویل بگیریم به عنوان برگشتی که میره، ما هم از اون پس بگیریم براش بیاریم. موقع من گفتم عباس بریم، این زنگ زده گفته بیا یه ماهی بهتون بدن. گفت ول کن ما میریم بریم برای یه دونه ماهی، میخوام چیکار کنم آبرو خودمون رو، بریم دو تا آدم گنده بریم یه ماهی. گفتیم خب حالا میریم میگیم دو نفریم، یکی یه دونه میگیریم. رفتیم اونجا، بنده خدا گفت سویچ تو بده برم ماشین تو بده برن ماهی تو بذارم براش. یه چند دقیقه بعد اومدیم یه ماهی توش سرش تایق چیز یه نیم متر از چیز عقبش بیرونه 80 90 کیلو ماهی بود، یه دونه سنگسر دریایی برای ما گذاشته بود بنده خدا آوردیم. حالا میگه عباس میگه اینا چطوری ما اینو تقسیمش کنیم با چی؟ رفتیم اره آهنبر آوردیم، با این اره ماهی رو تیکه تیکه کردیم. الان خانمش تو لایو هست میدونه این خاطره رو، ایشون در جریانش هست. به هر حال عباس دوران واقعا یلی بود فراموش نشدنی.
و من افتخار میکنم که در رکاب این مرد بودم و خانواده عزیزش. یکی از چیزایی که من هرگز فراموش نمیکنم این اوائلش که بچه دار نبود، اسم پروازش اسم خانمش بود. تمام پرواز که میرفتیم پروازش نرگس بود و من بعدها پرسیدم و خانمش گفت برای اسمش توی شناسنامه نرگس خاتونه و این پرواز به اسم خانمش پرواز میکرد. بعدها که امیر اومد دیگه شد امیر، فلایت امیر. اینی که من خدمتون عرض میکنم از این بزرگوار هر چقدر بگم کم هست، هر چقدر تعریف کنی از عباس دوران کم هست. ما مردان بزرگی داریم، عزیزانی هستن که هم پرواز بودن با ایشون، مثل منوچهر محققی، امیر براتپور، علی بختیاری، کیان ساجدی، اصغر سفیدمو، بهمن سلیمانی، فریدون صمدی، ناصر رضایی. از کنم خدمتون بهمن سلیمانی، اینها مردان بزرگ و قدرتمند و غیور آسمان بودند که در کشور بوشهر پرواز میکردن. بوشهری که نامش جاودانه مونده، بزرگ مردان بوشهری با نام این بزرگان بوشهر معروفی شد برای خودش. من کشور بوشهر